بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان گرامی، اولا سلام ها و احترامات قلبی خیش را به حضور شما تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام الدین رحیمی هستم با اولین برنامه ای از برنامه های قلب آسیا. همانگونه که از اسم این برنامه پیداست که این برنامه تخصیص داده شده برای مسائل و حالات افغانستان. البته در خلال این برنامه ما با علما، مفکرین و سیاستمداران و مأموران دولتی مسائل روز و مسائل گرم و داغ افغانستان را تحت بررسی قرار خواهیم داد. دوست داشتن وطن، دوست داشتن میهن یک امر مشروع و محبوب است. همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که از مکه مکرمه اخراج می شدن و مشرکین قریش ایشان را مجبور کردند که دیار مکه مکرمه را ترک بکنند، متوجه مکه می شوند و می گویند که ای مکه، تو شهری هستی که من تو را دوست دارم. اگر امروز قوم تو مرا از اینجا بیرون نمی کرد، من از اینجا بیرون نمی شدم. همین محبت و همین صمیمیت در قلب فرد افغان در قبال افغانستان است. پس ما الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای ما چنین یک فرصت طلایی را مهیا ساخته تا با شما مسائل روز افغانستان را تحت بحث و بررسی قرار دهیم. امروز در این برنامه که اولین برنامه و مقدمه برنامه های قلب آسیا است، ما کوشش میکنیم که افغانستان را به اعتبار عمومی در قالب معرفی بگیریم و برای معرفی و برای مقدمه و برای اولین برنامه از برنامه های قلب آسیا ما مهمانی بسیار معزز و مکرمی داریم. مهمانی که شاید همه شما بشناسین، شاید فرد فرد افغان ایشان را بشناسن، نه تنها فرد فرد افغان، شاید تمام کسایی که به زبان دری و به زبان فارسی بلد هستند و صحبت می کنند یقینا با چهره ایشان آشنا هستند. مهمانی که نیاز به معرفی نداره، مهمانی که نه تنها یک مهمان است، بلکه امروز یک داعی، مبلغ دین، یک کسی که بوجی و وزن دعوت اسلامی را بر بالای خود گرفته و این را مسئولیت خود می دانه. نه تنها در منبر و محراب، داعی منبر و محراب نیست، تنها داعی منبر و محراب نیست، حتی یک داعی رسانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی نیست، ایشان حضور دارند. البته ما از طرف شما او از طرف خودم مهمان عزیز را در این برنامه خوش آمدید میگویم. جناب استاد، اولا به شما سلام و احترامات خاصی خود تقدیم میکنم. پیش از اینکه من شما را معرفی بکنم، شما نیاز به معرفی ندارید، باز هم اگر در ابتدا با بینندگان محترم شما کلام گفتنی دارید، بفرمایید که تا شما را ببینن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، خصوصا خدمت ملت شرافتمند
افغانستان عزیز، آن افغان هایی که چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور به سر می برند، خدمت تک تک عزیزان، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحال هستم از اینکه خود را در ویژه برنامه‌ای که تعلق به افغانستان عزیز دارد، امید است که این برنامه مرهمی باشد بر روی زخم‌های دیرینه و سال‌هایی که بر ملت مظلوم افغانستان قرار گرفته. این یک مرهمی باشد بر ملت مظلوم، بر ملتی که واقعا سالها در رنج و زحمت و مشکلات و مشقت چندین دهه را سپری کرده است. افغان عزیز، در هر گوشه‌ای که هستید، چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور، موفق و مؤید و سرفراز و سربلند باشید. این برنامه قلب آسیا از توست و در خدمت توست و به خاطر اینکه آن دل پردردی که و آن فریادی که هیچ کس فریاد تو را نشنید، امید است که فریاد تو و صدای تو و آنچه که در دل سالها مانده و گفته نشده و اگر گفته شده و کسی نشنیده، از این برنامه گفته شود و این برنامه ویژه افغانها و ویژه افغانستان هست. موفق باشید، در خدمت شما. تشکر جناب استاد. قسمی که شما فرمودین، این برنامه نه تنها یک برنامه است، بلکه یک مرهم است بر بالای زخمهای دیرینه افغانها. پس پیش از این که ما مسائل افغانستان را بررسی بکنیم یا زخمهای افغانستان را باز بکنیم یا کوشش به معالجه و مداوای آن زخمها بکنیم، بهتر است که افغانها و غیر افغانها، برادرهای ایرانی ما، برادرهای تاجکستانی ما، درباره افغانستان، حتی خود افغانهایی که درباره افغانستان معلومات عمومی ندارن، مثلا ما در این برنامه میخواهیم برای آنها افغانستان را به طور عمومی مختصر و معرفی بگیریم. پس میشه شما درباره موقعیت جغرافیای فعلی افغانستان برای ما و بینندگان گرامی توضیح بدهید؟ افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، اولا یک کشور اسلامی هست و قلب آسیا هست، در وسط آسیای جنوبی قرار گرفته که به طور خلاصه و فشرده موقعیت جغرافیایی افغانستان از طرف شمال افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان و قسمت از ترکمنستان قرار داره که از سمت غرب هم ترکمنستان هم مرز با افغانستان میشه. از طرف شمال شرق افغانستان چین هم مرز و حدود داره و از طرف شمال شرق تا جنوب غرب کشور پاکستانه که با افغانستان هم مرزه و از طرف غرب افغانستان ایرانه که با کشور عزیز ما افغانستان هم مرز قرار گرفته. تشکر استاد محترم. یعنی افغانستان در دایره تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و چین و پاکستان و ایران بوده، درست است همونگونه که شما فرمودید؟ حدودی که در میان افغانستان با این کشورها است، شما می توانید بگویید که چقدر حدود داره؟ یعنی چند کیلومتر حدود داره با این کشورها؟ حدود کشورهای همجوار در افغانستان مثل تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان
در حدود 2000 کیلومتر هست، یعنی ساحه حدود تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان 2000 کیلومتر، و حدود چین به مسافه 95 کیلومتر و پاکستان به مسافه 2400 کیلومتر پاکستان و ایران به مسافه 700 کیلومتر حدود داره، که این حدود کشورهایی که همجوار با کشور عزیز ما افغانستان هست. تشکر استاد محترم. افغانستان در این حدود بوده، حدود افغانستان را شما با کشورهای همجوار و همسایه ذکر کردید، میشه برای بینندگان این را بگویید که مساحت خود افغانستان به چه اندازه است؟ وقتی که ما و شما نگاه کنیم، حدود افغانستان در سالهای 1884 تا 1905 که تعیین گردید، کتاب امروز هم وقتی که ما این حدود در نگاه میکنیم، مساحت افغانستان از لحاظ حدود به 652,230 کیلومتر مربع میرسه. کتاب امروز هم دارای همی حدود قرار داره. تشکر استاد محترم. کشوری که در میان پاکستان و چین و ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان و ایران قرار داشته باشه، قسمی که اقوام مختلف است، یک طرف چین است، یک طرف تاجک هاست، یک طرف ازبک ها و طرف دیگه هم ترکمن ها و طرف دیگه هم ایرانی ها و باز پاکستانی ها، کشوری که در این حدود واقع باشه یقینا دارای اقوام و اقشار مختلف می باشه، چون از چهار طرفش یک قوم نیست، یک ملت نیست، ملت های مختلف است. یقینا این ملت ها بر بالای افغانستان هم تأثیر کرده که افغانستان دارای اقوام و اقشار مختلفی باشه. در مورد اقوام و اقشاری که در افغانستان زندگی میکنن شما چیزی دارید که بر ما برسانید؟ طوری که شما اشاره کردیم، وقتی که افغانستان دارای متشکل از چنین همسایه ها باشه، بله، و متشکل از اقوام مختلف هم هست که اقوام و قبائل مختلف داره افغانستان. بله. افغانستان از یک قوم، از یک قبیله تشکیل نشده، اقوام مختلف و قبائل مختلف. بله. تا حتی زبانهای مختلف داره. بله. زبانهای مختلف داره که مشهورترین این قبائل یا این اقوام اینها مثلا پشتونه، تاجیکه، ازبکه، هزاره، ترکمنه، بلوچه و نورستانیه، ایماغه، پشائیه و غیره و غیره و غیره که اقوام مختلفی داره. تشکر استاد محترم. البته در مورد فیصدی این اقوام چیزی معتمد شاید بدست نباشه، یعنی هست چیزی؟ در بین اقوام از لحاظ فیصدی آمار مشخصی نیه و ارتباط به اینکه ملت افغانستان 99% مسلمانن، الحمدلله 99% ملت افغانستان که اکثریت اینها اهل سنت و جماعت تشکیل میدن و پیرو مذهب حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می باشن، و یقینا که نگاه میکنیم که در بین کشورهای اسلامی چنین کشوری که یقینا 99% و 99% مسلمان باشن و دین مبین اسلام و با یک عقیده سالم و محکم باشن، یقینا کمتر دیده میشه، و این هم از امتیازات افغانستان هست. یک جای افتخار است که یک کشوری به مثل افغانستان دارای 99% مسلمان میباشن و اکثریتشون قسمی که شما اشاره فرمودین اهل سنت و الجماعه هستن که پیرو مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله می باشه. از این که اکثریت اهل سنت و الجماعه است، به این معنی است که مذاهب دیگه هم وجود دارد در افغانستان؟
در افغانستان طوری که اشاره شد اکثریت اهل سنت و جماعت، وقتی میگیم اکثریت یعنی اکثر اکثریت، یعنی یک گروهی که بسیار به اقلیت قرار دارن که شاید از لحاظ فیصدی ممکن 10% بشه که اهل تشیع هستن، که به عبارت دیگر میشه که بگیم روافض هستن که در افغانستان زندگی میکنن و زندگی میکردن. ولی چی خوبه که این سوال رو وقتی شما اشاره کردیم، مری این موضوع وقتی صحبت ما از افغانها و بحثی به افغانها میشه با کل افغانها هست، برای شیعه و سنی هست، برای آرام بودن و آسایش بودن شیعه و سنی هست. ولی متاسفانه جناب رحیمی صاحب که در افغانستان سالها شیعه و سنی با هم دیگر برادروار زندگی کردن، برادروار زندگی کردن، هیچ مشکلی ایجاد نمیشد. ولی امروز طوری که مشاهده میشه مشکلاتی هست. به خاطر چی؟ کشورهای همسایه در این قضیه شیعه و سنی مداخله کردن و متاسفانه و او عده از برادران شیعه ما فریب حرفهای همسایگان رو خوردن و پار از گلیم بیشتر درست کردن. اینجا وقتی که میگیم پار از گلیم، در کشوری که 99% مسلمان و اکثریت از اهل سنت و جماعت تشکیل بده، در او کشور که همه فرزندان ام المؤمنین عایشه صدیقه هستند، تربیت یافتگان مکتب ابوبکر و عمر و عثمان و علی هستند، در افغانستان اصلا وقتی در تاریخ انشاءالله بحث باز میشه که یک زمانی صفوی ها در افغانستان حکومت کردن چگونه رانده شدن و یک زمان اگر انسان هایی که فریب حرف های بیگانگان رو خوردن و آمدن توهین به اصحاب پیامبر کردن دارای چی مجازات شدن. و امروزه هم من این حرف رو برای خواهر و برادر شیعه خود این حرف رو میزنم که اگر میخوان برادروار در افغانستان در کنار برادران اهل سنت خود زندگی کنن، باید که شخصیت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و شخصیت ام المؤمنین عایشه صدیقه را مد نظر داشته باشن. در غیر از او افغانستان افغانستان هست. شخصیت هایی که بعداً به شجاعت مردم افغانستان، به غیرت مردم افغانستان، به ایثار و فداکاری مردم افغانستان و همچنین در خون افغانها مثل که خون در بدن افغانها جریان داره، در بدن اهل سنت جماعت افغانستان محبت ابوبکر و عمر و عثمان و سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین به همان طور مثل که خون در بدن جریان داره محبت صحابه جریان داره. پس در این قسمت چون سوال کردیم، بله در افغانستان برادران اهل تشیع هم زندگی میکنن، برادروار در کنار برادرای اهل سنت، ولی یک سلسله سرمایه های از بیرون وارد کشور شده که برادران شیعه ما به این قضیه متوجه نمیشن، فکر میکنن که ما فقط رشد کنیم. هر قدر رشد کنن اهل سنت فوق اهل تشیعه. مثلا اگر امروز در یک خانواده اهل سنت 5 نفر قرار داشته باشه و در خانواده اهل تشیع هم 3 نفر قرار داشته باشه، این 5 سال بعد اگر او به 10 نفر برسه، باز اهل سنت به 20 نفر میرسه. در این قسمت چون سوال کردیم، من ایر برای تک تک خواهر و برادر شیعه خود ایر حرف میزنم که متوجه وحدت امت اسلامی، خصوصا وحدت در افغانستان، وحدت واقعی، وحدت واقعی، تنها وحدت به زبان هفته تقریب این و آن نی. وحدت واقعی. واقعی که به شخصیت ها، به معتقدات جانب دیگر باید حمله صورت نگیره. بله این معناست. بله تشکر استاد محترم. یقینا این موضوعات را در برنامه های بعدی انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم. هدف این برنامه وحدت و اتحاد میان ملت افغانستان بوده و هدف خصوصی این برنامه همین بوده که زخم ها و امراض و اسقام مختلفی این ملت بیچاره و رنج دیده مداوا شود.
تشکر استاد محترم. درباره افغانستان خیلی صحبت کردیم. میشه شما برای ما درباره این بگویید که افغانستان چی معنا، یعنی این نام را از کجا گرفته افغانستان؟ آیا قبلا نام دیگه داشته؟ اگر داشته چی بوده؟ و اگر از سابق همین نام بوده به چی معناست؟ یعنی افغانستان یعنی چی؟ افغانستان را چرا افغانستان میگن؟ آیا غیر از افغانستان دیگه نامی هم داره یا نداره؟ افغانستان دارای نام‌های متعددیه، نام‌های غیر از افغانستان، مثلا به نام آریانا، به نام خراسان که بعداً به نام افغانستان میشه. بله. مسئله آریانا که از چی زمانی افغانستان به نام آریانا بوده، 1000 سال قبل از میلاد و تا قرن میلاد عیسی. بله. تاریخ میلادی که وقتی میگیم منظور میلاد حضرت عیسی علیه السلام. 1000 سال قبل از میلاد تا قرن پنجم میلاد، یعنی 1500 سال. بله. ایر به نام آریانا گفته میشد. درست. و از قرن پنجم میلادی تا قرن 19 میلادی این مسما به خراسان شده. خراسان میگفتن. تقریبا هم 1400 سال میشه. بله قریب بمین. از قرن 19 تا به الحال به نام افغانستان مشهوره. و این که شما گفتیم که چرا افغانستان میگن؟ افغانستان یعنی سرزمین افغانها. سرزمین افغانها. افغانها یعنی کی؟ افغان یک کلمه فارسیه. افغان یک کلمه فارسیه که یکی از قبایل افغانستان، از قبایل پشتون به نام اوغان. اوغان بودن که یک قبیله کنها اوغان بودن. درست. او قبیله اوغان تبدیل به افغان میشه. بله. و طوری که چون او یک قبیله بود. بله. و قبیله وسعت پیدا میکنه و بالاخره کل همی حدودی که قبلا اشاره کردیم به اینها همه بعدا مسما به افغانستان میشه و افغانی میشه. یعنی امروز ما نمیتونیم بگیم که تنها مثلا برادران پشتون افغان هستن. بله. بعد از مرور زمان بله. کل اشخاصی که در افغانستان زندگی میکنن. بله. چی ازبکه، چی تاجیکه، چی هزاره و چی پشهیه، چی نورستانیه و تا حتی چی او سیک و هندویه، افغان هستن. امروز مسما به افغان شد. کسایی که در دایره حدود افغانستان زندگی میکنن، اما کسایی که در خلال سالهای جهاد و مقاومت و بعد از در سالهای جنگهای داخلی و بعد از او مشکلاتی که تا حال ما شما میبینیم مهاجرت کردن، یعنی اونا را افغان گفته نمیشه. چیز واضح و مسلمیه که هر کس از هر کشوری که هست جنسیه داره. بله. جنسیه داره، تذکره داره به اصطلاح ما و شما در افغانستان. جنسیه از او افغانیه. درست. افغانی هست. و تا حتی یک نکته ای که من به اینجا اشاره کنم، اما متاسفانه بعضی از انسان هایی که اونها واقعا من با نظر اونها مخالف هستم که امروز بعضی ادعای تلاش میکنن که پس افغانستان برگرده به نام آریانا یا برگرده بالاخره پس به نام های خراسان و اینها که نام افغان نباشه. نخیر، افغانستان بوده، افغانستان ملت افغانها هست. بله. نام زیبایی داره. بله. و امروز در دنیا وقتی میگیم که از قرن 19 بله. از قرن 19 تا به الحال که افغانستان شده و امروز کل دنیا مار به نام افغان میشناسه. بله. مار به نام افغان میشناسه. بله. اما اشخاصی که امروز میگن که این نام عوض بشه، آریانا بشه، خراسان بشه، آنها واقعاً از جای دکته میشن. بله. و میخوان بین ملت افغانستان اختلاف ایجاد کنن. بله. مگر نام افغانستان یک نام زیبا و یک نام تشکر استاد محترم. تشکر. شما گفتید قبلا که ملت افغانستان 99% مسلمان بوده، درست است؟ یک کشوری که 99% مسلمان بوده، میشه شما برای ما توضیح بدین که از چی وقت این 99% مسلمان شده؟ یعنی اسلام در افغانستان چی وقت داخل شده و از کدام وقت مردم افغانستان به دین اسلام مشرف شدن؟
دین مبین اسلام وقتی که از مدینه منوره رشد میکنه و مسلمان ها از اینجا حرکت میکنن و لشکر و لشکر کشی میشه و چیز واضح و مسلمیه که اکثر فتوحات کشورها در زمان خلیفه دوم اسلام فاروق اعظم صورت گرفته رضی الله تعالی، که واقعا این بزرگترین افتخاریه برای خلیفه دوم اسلام که رسول معظم اسلام دعا میکردن اللهم اعز الاسلام به هذین الرجلین یا به عمر ابن الخطاب، ای الله اسلام را عزت بدی به وسیله عمر ابن خطاب. و این طوری که ملت افغانستان محب صحابه و محب خلفای راشدین هستن، افغانستان در زمان خلیفه دوم اسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اسلام وارد افغانستان میشه، افغانستان فتح میشه. درست. اما در تاریخ میخوانیم که بعضی تاریخ مینویسه که در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه افغانستان فتح میشه. بله. و مشهور هم همینه که در زمان خلیفه سوم عثمان ذی النورین افغانستان فتح میشه. به خاطر از اینکه بیننده های عزیز یک تطبیقی بین قول حضرت عمر و حضرت عثمان که آیا در زمان یعنی حضرت یعنی هر دو طرف مؤرخین هستند. بعضی مؤرخین میگویند در زمان حضرت عمر و بعضیاش میگویند که در زمان حضرت عثمان. بله. در زمان حضرت عمر وقتی که افغانستان فتح میشه و فتوحات میره تا در هبده قمری و هجده قمری میره فتوحات تا ماوراء النهر. بله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانی که جام شهادت می نوشن و از دنیا تشریف میبرن، خب ملت افغانستان یک سلسله سرکشی ها پیدا میکنه چون در حدود بوده دیگه. بله بله بله. از مرکزیت خلافت اسلامی، از پایتخت خلافت اسلامی دور بوده، فاصله داشته. بله. یک سلسله سرکشی ها میشه و بالاخره میتونیم به عبارت واضح تر بگیم پس همو رژیم های همو وقت و زمان یا شاهانی که بودن. بله. پس علی مسلمان ها حرکت میکنن، قیام میکنن. بله. بار دیگر حضرت عثمان ذی النورین لشکر میفرسته. بله. و افغانستان مجددا فتح میشه. در زمان یعنی سخنی که جمع بکنیم، افغانستان در زمان حضرت عمر و در خلافت حضرت عثمان افغانستان فتح میشه. بله. و ملت افغانستان به دین مبین اسلام مشرف میشن. تشکر استاد محترم. قسمی که شما گفتین مردم افغانستان 99% مسلمان است الحمدلله، میشه شما کمی بیشتر توضیح بدین از حالت کنونی مردم افغانستان در رابطه با دینشان؟ ملت افغانستان چه خوبه که جایگاه افغانستان و ملت افغانستان را از زبان شاعر مشرق زمین بشنویم، اقبال لاهوری، که نسبت و ارتباط به افغانستان چی زیبا بیان میکنه. ارتباط به افغانستان اشاره میکنه که چون برنامه ما هم قلب آسیاه. بله. اشاره میکنه میگه آسیا یک پیکر آب و گل است. چقدر زیبا میگه. بله. آسیا یک پیکر آب و گل است. خب ملت افغان در این پیکر چی است؟ دل است. و انسان با چی زنده است؟ در دنیا ما و شما یک شخص رو میبینیم دستش قطع شده حیات داره. بله. چشم نداره حیات داره. بله. از زبان محرومه حیات داره. بله. از پا، اعضایی که در وجود انسان، ولی تا به حال در دنیا کسی شاید دیده نشده باشه که از دل و قلب محروم باشه و دارای حیات باشه. یعنی قلب به منزله مرکزه. بله. در وجود انسان. و اینکه رسول معظم اسلام میفرماین الا ان فی الجسد مضغه و اذا صلحت صلحت كله و اذا فسد فسد كله الا وهي القلب. در این قسمت کل آسیا، ما در ابتدا گفتیم موقعیت جغرافیایی که افغانستان از جمله کشورهای آسیای جنوبیه. خب آسیا کشورهای زیادی داره. بله.
در اطراف خود و در اکناف خود. ولی افغانستان را تشبیه به دل آسیا میزنه اقبال. ملت افغان در آن پیکر دل است. خب میگه از فساد او فساد آسیاست، از حیاتی او حیات آسیاست، یا به عبارت دیگر از مماتی او ممات آسیاست. امروز چرا دنیا سر افغانستان چشم دوخته؟ چون دلشون است دیگه، دل بوده، دل. همه امروز در افغانستان همه دل دادن، دل بردن. و در این قسمت که واقعا تعبیر زیبای علامه اقبال داره که خیلی یک جالب میگه، میگه سرزمینی کبک او شاهین مزاج، آهوی او گیرد از شیران خراج. سبحان الله. ولی با آهوی افغانستان که این شجاعت، این غیرت، این همت اینها باشه، شیر افغانستان پس چی خواهد بود؟ که این دنیا میفهمه، دنیا ملت افغانستان میفهمه. و در جای دیگه اقبال، من قبل از اینکه ارتباط به ملت افغانستان اشاره کنم، گفتم از زبان اقبال ما و شما وقتی که بشنویم، اشاره میکنه، میگه در فضایش جربازان تیز چنگ، لرزه بر تن از نهیبشان پلنگ. این جایگاه عظمت و شجاعت و غیرت ملت افغانستان را نشان میده. اما بیایم نگاهی به شما پرسان کردیم که ملت افغانستان دارای چه خصوصیات وقتی 92 درصد مسلمان است. جایگاه افغانار دنیا میفهمه، شجاعت افغانها، غیرت افغانها، مهمان نوازی افغانها، محبت و دوستی افغانها، این که افغانها محبت به آزادی داشتن و دارن، یعنی و تسلیم هیچ بیگانه ملت افغانستان نشده، در حالتی که افغانستان یک کشور فقیر، دنیا آماده سرمایه گذاری کرده، انگلیس ها آمدن سرمایه گذاری کردن، ملت متوجه شد که اینا هدف سو داره، انگلیس یک ابر قدرت وقت، روس ها آمد، بر علاوه که در افغانستان روس ها ناکام شد، دیگه کشورهایی هم که در دست داشت اونا رو هم از دست داد، پارچه پارچه شد. و امروزه هم در افغانستان سی و چند کشور جمع شده، سی و چند کشور، ولی تا به حال نتانستن با این همه رسانه مبتذلی که وارد جامعه افغانستان کردن، با این سرمایه گذاری هایی که فرهنگ افغانستان را از بین ببرند، با این سرمایه گذاری هایی که ملت افغانستان را خلاصه از دین و از اسلام و از قرآن جدا سازند، نتانستند، ناکام شدند. امروز دشمن باید به صراحت کامل بیایه به رسانه ها بگه که ما در افغانستان ناکام شدیم. ملت افغانستان چنین ملتیه که آهوی از او از شیر خراج میگیره. پس میشه که با یک جمله این سخن را با یک جمله برای بیننده ها اشاره کنیم. ملت افغانستان ملتیه که میگن ملتی که شهادت را پذیرفته هرگز اسارت را نمیپذیرد. افغانستان شهادت را پذیرفته. از سال 1357 تا به سال 71، بله، در حدود چقدر سال میشه؟ 57 تا 71 تقریبا 14 سال، 14 الی 15 سال. بله. ملت افغانستان این غیرت و شهامت و مردانگی اونه که بیش از 1 میلیون شهید تقدیم میکنه، 1 میلیون شهید، که باز بعدن اگر وقت و فرصتی بود به قیام ها اشاره میکنیم. این جایگاه ملت افغانستان است، این عظمت ملت افغانستان است. ببخشید استاد، میشه ما استنتاج بکنیم یا استدلال بکنیم این شهامت و این شجاعت و بهادری که افغان ها در مقابل انگلیس، قسمی که شما اشاره فرمودید، و در مقابل روس که هر دوشان ابرقدرت آن زمان بودن،
این شهامت و این مردانگی را نشان دادن. یعنی شما اشاره میکنید که وادار به این کار چی شده؟ دین آنها، یعنی دین دوستی و دینداری و ایمانداری مردم افغانستان وادار به این شده که اونها در مقابل دو ابرقدرت جهان در زمان خودشان یعنی مردانگی بکنن، استادگی بکنن، یعنی این دینداریشان بوده دیگه. چیز واضح و مسلمیه، نه تنها برای افغانها، در هر نقطه از دنیا بله. که مسلمانی وجود داره و میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، وقتی با این کلمه مبارک وارد دین مبین اسلام میشه، هر آنچه که پیش از او ارزش داره، یعنی ارزشمنده، فوق همه ارزش ها دین از اونه. تشکر استاد محترم، تشکر میکنم از شما و همچنین از بینندگان گرامی. بینندگان عزیز، ما یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از یک وقفه کوتاه انشاءالله برمیگردیم همراه با استاد، موضوع را پیش میبریم. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و رهی روزگار. سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و رهی روزگار. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. همه حکم او حکم محکم بود، همه راه او راه اقوام بود. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه تن بکوشتن دهیم، از آن به که قرآن به دشمن دهیم. سراسر همه تن بکوشتن دهیم، از آن به که قرآن به دشمن دهیم. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. که جان و روان را کند شادمان. علوم صنائع از او زنده شد، علوم صنائع از او زنده شد. از او عصر دانش برا زنده شد، از او عصر دانش برا زنده شد. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. جهان را نماید بهشتی برین، کلام خداوند جان آفرین. جهان را نماید بهشتی برین، کلام خداوند جان آفرین. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن که جان و روان را کند شادمان. که جان و روان را کند شادمان. دلش روشن از نور ایمان بود، هر آن کس که حامی قرآن بود. دلش روشن از نور ایمان بود، هر آن کس که حامی قرآن بود.
خوشا بانگ قرآن، خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. چو قرآن نباشد تنی من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. چو قرآن نباشد تنی من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. مشو ای جوان آنی از آن جدا، مشو ای جوان آنی از آن جدا، هدایت بجو از کلام خدا، هدایت بجو از کلام خدا. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان، که جان و روان را کند شادمان. با سلام مجدد خدمت تک تک شما، همراه با جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری موضوع را پیش میبریم. قبل از اینکه ما داخل صحبت شویم، در پیرامون موضوع قسمی که قبلا به شما اشاره کردیم و صراحتا هم گفتیم که این برنامه تخصیص داده شده و مخصوص مسائل افغانستان هست، پس بینندگان افغانی که در داخل افغانستان یا در خارج افغانستان هستند می توانند با شماره تلفنی که زیرنویس می شود شما تماس بگیرین و با ما رأی و نظریات خود را پیشنهاد بکنین. البته بهتر است که در این برنامه شما برای ما نظریاتتان را در مورد این پیش بکنین که در برنامه های بعدی ما روی کدام مسائل افغانستان بحث بکنیم، یعنی در هفته آینده، در هفته بعدیش، در هفته های آینده باید کدام موضوع ها زیر بحث و بررسی قرار بگیره. همچنین موضوع را با استاد پیش میبریم. جناب استاد، سوال قبلی که من از شما کرده بودم و وقفه کوتاه آمد، میان برنامه آمد، من از شما درباره وضعیت فعلی مردم افغانستان در رابطه با دین اسلام، یعنی فعلا هم مردم افغانستان همان گونه مسلمان هستند که جد و اجدادشان بود، قسمی که جد و اجدادشان در مقابل این ابر قدرت ها ایستادگی کردند، شهامت نشان دادند، بهادری نشان دادند، یعنی این همه انگیزی، این همه البته دینداری، دین دوستی آنها بوده. آیا فعلا هم نسل فعلی افغان هم مثل جد و اجدادشان، مثل آبا و پدران و نیاکانشان هستند یا تغییراتی آمده؟ ارتباط به شجاعت و شهامت و غیرت ملت افغانستان اشاره کنیم. رژیم های مختلفی در افغانستان آمد، رژیم های مختلفی. من صحبت میکنم، هر زمانی اگر تماس آمد باز به من اشاره بکنیم. انگلیس ها با لباس دیگری وارد افغانستان شدند. انگلیس ها با لباس دین، از راه دین و تا حتی با نام دین آمدن که ملت افغانستان را از راه جنگ نشد، از راه مبارزه فیزیکی نشد، از راه های بالاخره گوناگونی که تلاش کردن نشد، آمدن با لباس دین، با نام دین ملت افغانستان را خلاصه که به دیگه سمت سوی بکشانند، ولی باز هم ناکام شدند. ملت افغانستان یک ملتی که
بیش از چندین ده جنگ، یعنی مثلا 35-40 سال در افغانستان متواتر جنگ، طفلی که 40 سال پیش در افغانستان آمد و امروز 40 ساله شده، او رشد از او در جنگ و در خونریزی و در مشکلات شده. در افغانستان تنها مشکلات و مشکلات اقتصادی ما نمیتونیم بگیم، در افغانستان تنها ملت مشکلات اقتصادی دارن. ملت که جنگ باشه از علم محرومه، از اقتصاد محرومه، از فرهنگ محرومه، بله. دین و اسلام بری از او کمتر میرسه، بله. اما به همین قدر همه مشکلات ملت افغانستان استوار و متین سر پای خود با دین و دینداری استاده است. تشکر استاد، با شما انشاءالله پیش میبریم برنامه را. تماس داریم از بیندگا، بخش شما. سلام علیکم و رحمت الله، برنامه قلبی آسیا است، بفرمایید بدر. الو. بله سلام علیکم. الو. سلام علیکم. الو. سلام علیکم. من به فکرم صدا را نمیشنویدن یا چی تو برنامه. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله، برنامه قلبی آسیا است، بفرمایید برادر، خود را معرفی کنین اولا. بله بندگان محترم، صدای تلویزیونتان را ببندین و از گوشیتان صحبت کنین. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بله بنده محترم صدایشان نمیاد، نمیفهم. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام استاد، من دارم باشین. تشکر. تشکر، زنده باشین. برنامه قلبی آسیا است، بفرمایید خود را معرفی کنین و از کجا در تماس شدین؟ عبدالله تو از رسالیشتن به تماس شدم. از استاد یک خواهشی داشتم که در ولایت هرات ما هستید صحبتی نمیشه، وقتی که برادر نیست. برادر محترم، بابا یک مولا یک عالم برای اون شخص میگه که تو واضح شدی، ما چون چی شدی در دنیا، ما کسی را تا فعلا طرف نداریم که بگه که ما وهابی هستم. وهابی نه دین است نه مذهب است، هیچ چیز، یک دروغ بچه هست نیست که به علما زده میشه. تشکر از برنامه خوب شما. تشکر. در رابطه با برنامه سوال داشتیم از بیندگان گرامی. بیندگان گرامی، یک بار دیگه برای شما من میگم، کسانی که امروز با ما تماس میگیرین خود را معرفی کنین و بعد از معرفی برای ما نظر بدین که در برنامه های بعدی ما کدام موضوعات و کدام مسائل افغانستان را زیر بحث و بررسی قرار بدهیم. بله سلام علیکم و رحمت الله. برنامه قلبی آسیا است، برادر بفرمایید، خود را معرفی کنید و از کجا با تماس شدید؟ ما نشمامد هستم، از ایران، از ولایت فاریاب. خوش آمدید برادر محترم، بفرمایید در برنامه های بعدی کدام موضوعات را میخواهید که ما زیر بحث و بررسی قرار بدهیم؟ دو تا موضوع دارم. اول موضوع ما که مثلا همه دخترانی که ازدواج میکنه با پول افغان 5-6 لک در لحقه با دختران و مردم. بله. یعنی صاحب مهریا پروخته می شود، یعنی ارتفاع مهر. دوم، موضوع دومتان حجاب اسلامی. حجاب اسلامی ان شاء الله در برنامه های بعدی. این دو تا موضوع دیگه. این دو تا موضوع. تشکر بدر محترم، بهتر صحبت. تشکر، زنده باشین ان شاء الله. اینا بگید از خود موضوعات خاصی داره، باز ما ان شاء الله. بله ان شاء الله. سلام علیکم و رحمت الله، برنامه قلبی آسیا است، بفرمایید برادر، خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ صدای تلویزیون را ببندید لطفا. تلفن را اصلا بیرون شدم از اتاق، خسته نباشید. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. خود را معرفی کنید، از کجا در تماس شدید؟ محمد سلیم، در
رسولی از افغانستان ولایت لوی است. خوش آمدید بدار محترم. بفرمایید در مورد سوال ما که ما سوال مطرح کردیم در برنامه های بعدی قلب آسیا، شما کدام موضوعات را میخواهید زیر بحث و بررسی قرار بگیره؟ من میخواستم اولا از استاد محترم خوش آمدید میگم در برنامه شما، معمش برنامه شما را تقدیم میکنم و برنامه تنم میبینم. تشکر. من از استادی خواهیش دارم که اول شهدای افغانستان که بخاطر اسلام بخاطر خون خود ریختاندن از وای یادواری شبتان در برنامه تان تانیان اهل تشریع ما در مورد زیادتر صحبت کنه بخاطر ازی که در افغانستان قبلا در وقت امین محرم و بعض مراسم های دیگه یاد سرک نمید آمدن و شاید امین پروگرام مثل ایران، پاکستان، جای دیگه به تشنج زیادتر چی شود و مسئله همین شیوسین در افغانستان نوش بگیره درباره از این زیادتر گفت داده شد و گفته شد و زیادتر زیادتر ازی که اهل سسنان به هیچ کسی به هیچ حساب به کلگ احترام داره و به هیچ کسی به احترامی نمیکنه یا هر حسابی که دارن در مذهب خود، در دین خود، در کتاب خود ایره اول باورش رو به نظر ما فکر کنن ثانی هم به رضا گفته شد که این قرآن کریم میگه که به ادیان مذاهب دیگه بعد گفته نشه تا که به شما کسی بد نگه من بازم مذاهبتان شاید چون از برنامه نخیر این برنامه شما دیدم یعنی درش گفت شدیم تشکر زم برسان میگم خدا موفق کامیاب داشته باشید آمین و شما را همچنان تشکر بدارم میتونم تشکر بله سلام علیکم و رحمت الله برنامه قلبی آسیاست بفرمایید برادر خود را معرفی کنین و از کجا در تماس شدین رستم هستم از تاجیکستان رستم از کجا برادر؟ از تاجیکستان خوش آمدید برادر تاجیک خوش آمدید سلامت باشید خیلی خوشحال شدیم که مولای مجیب الرحمن انصاری را میبینیم در این کشور ما هم خیلی مردم مخلص های زیاد دارد چون درد دینی دارد که مردم متوجه به سوی دین میکند تشکر باید زیادتر میخواستم که در موضوع درد جامعه که امروز برای چی اینقدر مسلمان ها در خاری و ذلت هستند چقدر مسلمان ها اذیت میشوند در همین موضوع ها میخواستم که استاد مجیب الرحمن انصاری صحبت ها کند یقینا استاد مجیب الرحمن انصاری در برنامه های دیگر چنین موضوعات را زیر بحث و بررسی قرار میدهند البته در این برنامه که به نام قلب آسیاست مخصوص مسائل افغانستان است پس شما کدام موضوعات را میخواهید کدام موضوعات افغانستان را شما میخواهید که زیر بحث و بررسی قرار بگیرد میخواستم چون در موضوع های وضعیت فعلی که مسلمان ها در چی وضع قرار دارند در موضوع باشد تشکر وضع تعلیم و تدریس در کشور افغانستان چگونه است در موضوع تشکر زنده باشید تشکر بدارم بترم بله سلام علیکم و رحمت الله برنامه قلب آسیاست برادر بفرمایید خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکات بفرمایید برادر خود را معرفی کنید عبدالعزیز هستم از ایران تماس می گیرم و ایرانی هستم از نژاد بلوچ خوش آمدید برادر ایرانی خیلی ابهاماتی وجود داره نسبت به جهاد افغانستان که مثلا آیا گروه القاعده یا طالبا مثلا از کارهای انحطاری که مثلا بوم میپرندند و از اینا مثلا میخواستم از مولانا بپرسم ریشیابی کنی که مثلا این آیا این موضوعات مثلا صحت داره آیا این جهاد است یا نیست راهنمایی بفرمان من چون از طریق سیدی با مولانا مجیب الرحمن خیلی خوب آشنا هستم الحمدلله عالم بدرسی است و خیلی دلم میخواست بفهم از کجا فاروق تحصیل شدم تشکر انشاءالله اما موضوعی را که اشاره کردید انشاءالله در برنامه های بعدی برنامه قلب آسیا زیر بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تشکر برادر محترم به امید خدا چون خیلی دوست دارم از جهت بیام جهاد افغانستان اما چیزی که از تلویزیون ایران ما میشنویم حقیقت یه چیزی برعکس و اطلاق نادرستی به ما میرسه میخواستم در این موضوع انشاءالله در برنامه های بعدی این موضوع را زیر بحث قرار خواهیم داد تشکر برادر سلام علیکم و رحمت الله
برنامه قلبی آسیا است. برادر بفرمایید، خود را معرفی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام و جداگانه دیشون به خدمت استاد بزرگوار عبدالرشید نظری و از افغانستان هرات به تماس شدم. خوش آمدید برادر محترم. زنده باشین، تشکر. در رابطه با سوالی که ما مطرح کردیم در برنامه‌های بعدی قلب آسیا، شما کدام موضوعات افغانستان را می‌خواید زیر بحث و بررسی قرار بگیرد برادر محترم؟ یکی از موضوعات که بسیار کارهای بدعت یعنی رافیزی ها که درباره محرم، بله، خواهش داریم از استاد بزرگوار که بله بفرمایید. آواز تلویزیونتون رو پاس کنیم برادر محترم. سلام علیکم و رحمت الله. برنامه قلب آسیا است. برادر خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ آواز صدای تلویزیون رو بند کنید. فرصت بدیم برای دوستان. سلام علیکم و رحمت الله. برنامه قلب آسیا است. بفرمایید برادر خود را معرفی کنید. و علیکم سلام و رحمت الله. آواز تلویزیونتون رو خاموش کنید لطفاً. الو، بفرمایید برادر محترم، میشنویم صدای شما رو، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. برنامه قلب آسیا است. بفرمایید برادر خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ صدا نمیاد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. صدای تلویزیونتون را ببندید لطفا. ورود بعد افغانستان جنگ شد. در افغانستان جنگ شده مثلا می داد افغانستان پر جنگ بندیده. الو، برادر محترم کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ بله. آواز تلویزیونتون را ببندید لطفا. تماشا رو بعدن میگیریم شیخ. بله، در رابطه با حالت کنونی افغانستان در و مردم افغانستان با دینشان، یعنی چی ارتباطی داشتن؟ تو شما در این مورد صحبت هایی داشتید، بفرمایید. پاسخ بینندار بدیم یا بعدن؟ در آخر برنامه انشاءالله. پاسخ سوال هایی نبوده، البته از ایشان موضوعات خواستیم که در برنامه های بعدی کدام موضوعات زیر بحث و بررسی قرار بگیره انشاءالله. ما قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم، از عزیزانی که تماس گرفتن از افغانستان، از ولسوالی شندن، برادرم عبدالله جان و همچنین دوست عزیز ما از ایران که از ولایت فاریاب بودن، که ارتباط به ازدواج و حجاب گفتن، که اینها برنامه های مخصوص داره در این برنامه، در این شبکه انشاءالله. که موضوع مطرح میشه و مسئله برنامه سفره دل داره که انشاءالله در اونجا اشاره خواهد شد. برادر عزیز ما که از ولایت لوگر اشاره کردن، انشاءالله ارتباط به شهدای افغانستان یقینا در این باره افتخار بزرگ افغانستان و افغانی ها شهدای افغانستان هست که به اونا مفصل انشاءالله اشاره خواهد شد. دوست عزیز ما رستم جان از تاجیکستان که تماس گرفتن، من هم از این دوست عزیز و از همه عزیزانی که در تاجیکستان هستن من هم تشکری میکنم. خدمت خواهر و برادر تاجیکستانی خود یک عرض و سلام مخصوص دارم که واقعا همیشه دوستای تاجیکستان در تماس هستن.
دوست عزیز ما عبدالعزیز ایرانی که از برادران بلوچ ما بودن که اشاره کردن، بله، که ارتباط به جهاد افغانستان انشاءالله مفصل در این موضوع صحبت میشه و همچنین ارتباط به تحصیل بنده پرسان کردن که از کجا فارغ التحصیل هستیم. بنده در افغانستان درس خواندم و از اونجا اگر بگم فارغ شدم که از علم هیچ کس و هیچ وقت انسان فارغ نمیشه و الحمدلله این نعمت عظیم و بزرگ و این واقعا نعمت عظما نصیب بنده شد که الان در جامعة الاسلامی مدینة المنوره مصروف فراگیری علوم حدیث و علوم مختلفه هستم الحمدلله. یعنی تا حال فارغ التحصیل نشدین؟ اصلا نمیشم فارغ التحصیل، همیشه در تحصیلم، همیشه در اطلب العلم من المهد الى اللحد، ز گهواره تا گور دانش بجو. و باز مقام طالبیت خیلی مقام والاییه که انسان همیشه در طلب باشه. چی خوب است که در طلب گفتم. بله. ابو اسماعیل هیروی خیلی زیبا به همین طلب یک اشاره دارن. درست. که امیده که همه خواهر و برادر ما طالب باشن. میفرمایند میگن که طالب به چند قسمه؟ طالب طالب دنیای و طالب عقبای و طالب دیداره. میفرمایند میگن طالب دنیا رنجوره، هر انسانی که در طلب دنیا بود او همیشه رنجوره، همیشه غمگینه، همیشه محزونه، که خدا ما و شما را از این گروه نگردانه. آمی. آمی. و همه بیننده ها را از این گروه نگردانه. آمی. میگه دنیا خوبه، آنچه که جای علت است دنیا پرستی است نه دنیا داری. اگر دنیا داری باشه مشکل نداره، دنیا پرستی که شد انسان را محجور میکنه. طالب دوم میگن طالب عقبایه، یا مزدوره، نماز میخوانه، قرآن میخوانه، حج میره تا ای که در آخرت بهشتر کسب کنه. این یک سخن عرفانی بود که اشاره میکنه. بله. میگه طالب دیدار مقبوله. ببینیم طالب اول مزدور، یعنی مهجور، بله. طالب دوم که طالب عقبا یا مزدور، و طالب دیدار که دیدار پروردگار عالمه، این مقبوله که الله سبحانه وتعالی همه ما و شما رو طالب دیدار بگردانه. آمین. آمین. برمیگردیم به موضوع، و همچنین برادر عزیزم آقای نظری که از هرات تماس گرفتن انشاءالله روی موضوعاتی که اشاره کردن حتما صحبت خواهد شد. استاد ببخشید، ما تماس های فراوانی داریم، بگیریم یا اینکه بعد از صحبت های شما؟ بفرمایید، دوستان منتظر نمیگذاریم. منتظر نمیگذاریم، تشکر. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. برادر بفرمایید، خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ اسم شریف ما سپاهدین از تاجیکستان. خوش آمدید برادر تاجک. بفرمایید در رابطه با سوالی که مطرح کردید. در مسئله اون که قلب آسیا گفتین، قلب آسیا تنها افغانستان است. بله. اگر قبول بفرمایید، تمام مردم فارس، ترک، پشتونو، بلوچو، کردو، همه مردم یک جا متحد شوند، اون وقت انشاءالله قلب آسیا میشود. انشاءالله. باز گفتنی بودیم در برای همین حضرت مجیب رحمان که در مسئله نوروز که ما زمین در بلی. برای مردم فارس تاریخا از تاریخ اومده است پیش از اسلام. بله. یک دو دلیل علمی بیارم درباره نوروز. یعنی بله، درست است. ما برنامه های خاص درباره مردم فارس از قدیم الایام و یعنی پیشوز میکردن یا که چی بگویم قید میکردن. برادر محترم، این برنامه مخصوص است برای قضایا و مسائل افغانستان، قسمی که یک کشور همسایه شماست. با چه مشکلات مواجه است و کدام مشکلات افغانستان و کدام مسائل افغانستان؟ یک سال 12 مو فایده های مردم فارس پیش از میلاد از قدیم الایام فهمیده بودن که بله 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 همین در افغانستان هم تاجیکا هم پشتونا تجلیل میکنن. یعنی ارتباط به موضوعی برنامه بگیم اگر سوالی از قدیم الایام مردم فارس اینی دیر اون را قبول میکردن پیش از اسلام دینی بزرگ. بله. یعنی که با همین 12 تا برجی که در آسمان هستن و همین فارس ها با خیرت، عقل و خیرت فهمیدن. حضرت برادر محترم،
برادر محترم در همین در ایدی نوز با شیرک مجوسی بود و زردشتی بود اونها رو یک طرف کردن در بماند دوانی شینواری گوشتین و بندکشی بند همه کشن یا که ویاش های اجازت دادگی بودن یا که سمنک میپزن. تشکر برادر محترم. سمنک بعدن بپزین بعدن میخوریم. اینجا سوال این است که در برنامه های بعدی قلب آسیا که یک برنامه فعلا برای انداخته شده است کدام مسائل افغانستان را زیر بحث و بررسی قرار بدهیم؟ اما حضرت مجیب سوال ما به حضرت مجیب رحمان انصاری سوال ما چی میبخشی حضرت که همه دلیل عقلی قیاس قبول میکنن یا نه؟ انشاءالله در برنامه های دیگر این سوال شما را جواب خواهند داد. تشکر برادر محترم. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. صدای تلویزیونتون را ببندید لطفا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. بله باشتی باشه سلام علیکم و رحمت الله. مشکل تکنیکی اینجاست یا در تلفن های اونها هست صدا قطع وصل می. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم خدام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفرمايت برادر خود را معرفي كنيد و از کجا در تماس شديد؟ عبدالفتاح هستم از ایران تماس شدم. خوش آمدید برادر محترم. مجید باغ با مولانا مجیب الرحمن انصاری صحبت کنم. بله بفرماییم بیننده عزیز صدای شما را دارم. بله بله بفرمایم. صدای تلویزیونتون را ببندید لطفا. سلام و خسته نباشید دارم خدمت استاد بزرگوار. تشکر همکاران محترمتون. سلامت باشیم. ما هم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که در ایران تشریف دارن خدمت همه عزیزان عرض ادب و سلام دارم. در رابطه با موضوع برنامه های بعدی ما سوال داشتیم برادر محترم. از استاد محترم خواهش میکنم اگر درباره صدای سیمای افغانستان اگر امکان داشته باشد برنامه های دینی بگن پخش کنند. درباره چی؟ صدای سیما. بله بله گرفتیم. انشاءالله در برنامه های بعدی قلب آسیا کدام موضوعات باید زیر بحث قرار بگیرد برادر محترم؟ بیشتر بله سلام سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ شبکه جهانی وصال حق و برنامه قلب آسیا که این اولین برنامهش هست. بسیار از کردستان ایران زنگ میزنم. بسیار از شبکه خوبتون تشکر میکنم. خوش میکنم. و انشالله که آرزوی موفقیت برای هرچی تمامی استانی که صدای تلویزیونتون رو ببندید برادر محترم. صدای تلویزیونتون رو ببندید لطفا. الو صدای تلویزیون رو ببندید لطفا. الو میشنویم صدای شما رو میشنویم. شبکه و فیلم حضرت ابوبکر را تشکر. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر محترم، خود را معرفی کنید و از کجا تماس شدید؟ لطفا هستم از تهران. خوش آمدید برادر محترم. در رابطه با موضوعی از عدد دارم خیلی استاد بزرگ خسته نباشید. تشکر مام، خدمت شما. سلام. در رابطه با سوالی که مطرح کردیم، در برنامه‌های بعدی قلب آسیا کدام موضوعات افغانستان زیر بحث و بررسی قرار باید بگیرد به نظر شما؟ صدای تلویزیونتون را ببندید لطفا برادر محترم. بله، در مورد سیمای افغانستان بیشتر صحبت بکنم استاد، که هم تمام فساد از صدا و سیمای افغانستان آران هر چی فیلم و خراب یکی انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. الو، بله میشنوید صدای ما را؟ بینندگان گرامی، وقتی که تماس میگیرید لطفاً صداهای تلویزیونی هایتان را ببندید و با ما با تماس باشید. صدایتان را ما میشنویم، اما صدای تلویزیون را که شما روشن میمانید باز باعث مشکل میشود. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. صدای تلویزیونتون را خاموش کنید لطفا. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار خوشحال شدیم که امروز خوب برنامه، اولین برنامه را تفارق دیدیم. بسیار خوشحال شدیم که استاد گرامی را آوردیم. تشکر، زنده باشین. اسمتون و از کجا در تماس شدید برادر؟ من از انگلیس زنگ میزنم، محمد هستم. محمد از انگلستان، بسیار خوش آمدید برادر محترم. سوال ما مطرح کردین در رابطه با برنامه‌های بعدی برنامه قلب آسیا، کدام موضوعات افغانستان را باید ما زیر بحث و بررسی قرار بدهیم؟ زیادترین در مورد بحث قرار باید بدیم، بسیار که مردم افغانستان مثلا در باره دین و مثلا در باره فرهنگ و در باره همین چیزهای بسیار مهمه. دین و فرهنگ افغانستان، انشاءالله در برنامه های بعدی در رابطه با دین و فرهنگ افغانستان انشاءالله ما صحبت هایی خواهیم داشت. تشکر برادر. بله، میشه که با استاد بزرگوارم یک سلام علیک بکنم که صدایش بشنوم؟ تشکر. من هم خدمت برادر عزیز و گرامی خود جناب یوسف محمد جان و سایر دوستا و عزیزانی که در انگلستان زندگی میکنن خدمت همه شما عرض و ادب و سلام دارم. بسیار خوشحال شدم استاد گرامی وقتی که در تصویر دیدم و واقعا یکقدر در دلنشین نشستم که تشکر. آخر برنامه استاد تشکر ببینم. تشکر، الله حفظ خانه. تشکر، الله حفظ شما. الله حفظ شما. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم، برنامه قلب آسیا است، بفرمایید برادر، خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ اسم گرامیتون؟ و تشکر میکنم خوبتان. من پیشنهاد میکنم که کوشش شوه که این برنامه هایی که دسایر از روافظ در افغانستان داره و رویش کار میکنم، این برنامه اگر داشته باشیم خیلی خوب خواهد شد انشاءالله. در خلال برنامه های بعدی ما موضوعات بیشتری می داشته باشیم در رابطه با روافظ افغانستان و
کوشش های شومی آنها در افغانستان چگونه است، انشالله برنامه هایی می داشته باشیم. علاوه از این کدام علاوه از این درباره روافض افغانستان و ضمن روافض که عمالی از طرف ایران داخل افغانستان کار میکنه و دستایی شما باید تشرا شد که بخاطر از این که ذهن و فکر مردم افغانستان روشن شد و این برنامه گنجانده شد در برنامه تا خیلی خوب خواهد شد. یقینا انشاءالله. تشکر برادر محترم. تشکر از شما. بینندگان گرامی، اینجا یک وقفه کوتاه میگیریم. بعد از وقفه کوتاه انشاءالله با تماس های شما و با صحبت های استاد برمیگردیم. با ما باشید. هفت گرو در زیر عرشی کرد و گور روزی محشر جای بگیرند و قرار خلق اندر سختی و رنج و عذاب مردمان باشند در احوال خراب مردمان باشند در احوال خراب لیکن آسایه دارند و نعیم در پناه لطف رحمان و رحیم خوش لقا خوشنود با اعمال خود با سپاس آسوده حال از حال خود با سپاس آسوده حال از حال خود اولی هست پادشاه عدل و داد هم که خلق از او نکردن آه و داد عدل کرده در جهان بر مردمان کس نبود از دستی او سوی فیغان دومی باشد جوانی حق شناس آن که حق را در جوانی کرد سپاس در جوانی با خدا بندی جهان خود گرفت و کرد تا در نهان سومی آن مردی با مسجد قریب آن که مسجد دوست دارد با یقین چون که از مسجد شود یک دم رها روحی او گردد از جسمش جدا چارمی آن مومین بحر خدا مومین را دوست گیرد از وفا بحر حق با او سلامی می کند بحر حق از جدایی میکند پنجمی آن کس که در پنهان و راز با خداوند میکند راز و نیاز از سری شوق و محبت بر خدا قطره ای اشک بریزد در قفا دیدگانش تر شود از شور و شوق عشق حق بر قلب او مانند تق ششمی آن که زن صاحب جمال سوی خود را بخواند با سوال مرد بگوید من بترسم از خدا خود رها سازد ز دست زن جدا قلب و جسم و روح پاکش همچو آب
صاف از سرشار از مهری خدا. هفتمی آن کس که اندر این جهان می کند این فاق در سرونی ها، کس ندارد از سخای او خبر، دست راستش از یدی چپ بی خبر. پس بکشیم ای مسلمانان دین، تا شویم از هفت گروه پر یقین. روز و شب کشیم اندر این قیام، تا به دست آید چنین جای و مقام، تا به دست آید چون این جای و مقام. هفت گروه در زیر هر شکی دوگا، روزی محشر جای بگیرند و قرار. هفت گروه در زیر هر شکی دوگا، روزی محشر جای بگیرند. با سلام مجدد خدمت تک تک شما بینندگان گرامی و عزیز. تماس هایی داشتیم قبل از وقفه کوتاه، میریم طرف استاد تا سوال های بیننده ها را جواب بدن و باز برمیگردیم ان شاء الله با تماس های بعدی. استاد محترم، سوال هایی که داشتن بعضی بیننده ها ارتباط به سوالاتی که عزیزا کردن، برادر عزیز ما از تاجیکستان که سوالی داشتن ارتباط به این که چرا ملت افغانستان را شما قلب آسیا یا دل آسیا میگیم، آیا ملت تاجیکستان نیست؟ قلب آسیا نیست در عباره. اولا من اشاره میکنم برای همه عزیزان و برای همه امت اسلامی که انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین برادر یک دیگرن. این که مسما شده به ایران و پاکستان و تاجیکستان و ازبکستان و بالاخره تا حتی در هر گوشه از دنیا که مسلمانی هست، انما المؤمنون اخوه. اما ما به این برادر عزیز خود از تاجیکستان گفتن خواهی این سوال رو برن از اقبال لاهوری بکنن. بله، اقبال هست که میگه که ملت افغان در این پیکر دل است. دل است. که این اقبال گفته و چون آسیا پیکری آب و گل است، ملت افغان در این پیکر دل است. دیگه در این قسمت اقبال لاهوری این که بیان کرده و ما هم استناد از اقبال شما نقل قول کردیم. نقل قول کردیم. و چون اقبال هم شهامت، غیرت، مردانگی در مقابل ابرقدرت های جهان افغان ها بودند که استاده شدند. و تا به امروز هم دشمن از نام افغان می ترسه و می لرزه، هراس داره. و میلیون ها سرمایه گذاری کرده که به ویرانی افغان ها، ولی ما چون باز ادامه بحث می آید که ارتباط به افغانستان که این همه تهاجم شده، آیا دینداری افغان ها چگونه هست اشاره می شن. و موضوع دیگه که دوستا از ایران اشاره کردن و موضوعاتی که گفتن که پیرامون فیلم های اسلامی پخش بشه، بله، او هم انشالله حتما پخش خواهد شد و برنامه های خاصی داره. و دوست دیگه عزیز ما که اشاره کردن ارتباط به صدا و سیمای ایران، یعنی رسانه های افغانستان که از ایران اشاره کردن که رسانه های افغانستان چی صوتیه و چی تصویری صحبت بشه، ایر به این دوست عزیز میگیم که این موضوعی که شما مطرح کردیم یک برنامه خاص و ویژه به این تعلق میگیره. چندین برنامه روی انشاءالله اشاره خواهد شد. انشاءالله. عزیز دیگر ما که چقدر امیدوار کننده است. سبحان الله، سبحان الله. او عزیز ما که از انگلستان تماس گرفتن،
چی پیشنهاد زیبایی کردن. بعضی انسان ها فکر میکنن که یک شخص به خارج رفت، به غرب رفت، از دین جدا میشه. نه خیر، مسلمان به هر جا مسلمان هست. هر انسانی که اگر اسلام خود حفظ کنه که با قلب کافر هم باشه، حفظ او میکن. حفظ میشه و او خنجری بر قلب کافر خواهد بود. و خیلی کسان شاید در سرزمین های مبارک و مقدسن، شاید دین و دینداری خود حفظ نکرده باشن و نکنن. بله. اما این دوست عزیزم و جناب حاجی محمد جان که بله. از انگلستان، چی پیشنهاد زیبایی که میگن شما بیشتر دین و فرهنگ شما بیشتر زیر بحث و بررسی قرار بدیم. که من از این دوست عزیز تشکری میکنم و از این دوست عزیز واقعا پیشنهاد نیک و مبارک و برای تمام خانواده هایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن و اونهایی که به یاد وطن اشک میریزن، اونهایی که هر لحظه به یادشان آن کوها و آبشارهای وطن در ذهنشان خطور میکنه، اشک روان میشه. من برای شما عزیزانی که در خارج و سالها از آغوش این مادر مهربان و وطن دور ماندید، دعا میکنیم که بار الها در کشور عزیز ما یک امنیتی که همه عزیزان ما از هر گوشه دنیا با آرامش کامل برگردن به آغوش وطن، خداوند یک امنیت سرتاسری در کشور ما عنایت بفرماید. که همه عزیزانی که در خارج کشور هستند، اگر جسمان به خارجن، ولی روحشان، روانشان، فکرشان، اندیشهشان طرف وطن عزیز هست. او دوست عزیز دیگر ما که از تخار اشاره کردن که برنامه ها شما ارتباط به روافض یا علی تشیعی که از خارج وارد افغانستان شدن و فعلا برنامه های سو دارن، انشالله روی این محور هم حتما صحبت های انشالله برنامه های خاصی در نظر گرفته خواهد شد. انشالله تمام شد. انشالله چند تا موسیقی استاد میگیریم انشالله. بله السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خود را معرفی کنید. برنامه قلب آسیا است. بفرمایید خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ الو. بله میشنویم صدای شما را. الو. میشنویم صدای شما را. بفرمایید. خوبی؟ الحمدلله. شما خوب هستید؟ خیلی ممنون. زنده باشید. خوش میکنم. یه سوال داشتم. آقای عطاری؟ بله. بله اما سوال ما داشتیم، سوال ما این بود که در برنامه های بعدی برنامه قلب آسیا کدام موضوعات افغانستان زیر بحث و بررسی قرار بگیرد. شما لطفاً در این مورد نظر بدهید بهتر خواهد بود. اما سوال ها و پرسش هایی که شما دارید در برنامه های دیگر می توانید از استاد بپرسید. خود را معرفی هم نکردید برادر محترم. کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ بله خواهر محترم، از کجا؟ از کجا تماس شده؟ از بندر عباس. بله. الو. بله بله میشنویم صدای شما را. سوال خودم مطرح. من میخواستم یه سوال از شما کنم که مثلا وقتی میریم شهرستان. الو. بله میشنویم صدای شما را. بفرمایید. الو. میشنویم صدای شما را. بفرمایید خواهر محترم. وقتی میریم شهرستان مثلا درسته که مثلا تو مسجد پشت عرب شهر مثلا نماز بخونیم. شما گرفتین سوال؟ نه نفهمیدم. من هم نگرفتم. شهرستان میریم چه کار میشه خواهر عزیز؟ اگر به شهرستان برایم در مسجد اهل سنت میتونیم نماز بخونیم؟ گرفتم سوال. در مسجد اهل تشیع افغان. سوال رو گرفتم. دیگه سوال؟ دیگه سوالی دارید خواهر محترم؟ بله؟ بله؟ قد شد. الو الو. بله سوال دیگه دارید شما؟ یا نه این سوال بپرسم که آیا درسته من خودم عادت فهمم نفهم نماز داخل مسجد عبد جلال درسته یا نه؟ خواهر گرامی سوال شما را گرفتیم، سوال شما را گرفتیم. ان شاء الله استاد جواب خواهند داد. ان شاء الله. خدا حافظ شما. بله السلام علیکم و رحمت الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.
و علیکم السلام و رحمت الله. برادر کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ آواز تلویزیون را خاموش کنید لطفا. بله صدای شما قطع وصل میه برادر محترم، ما نمیتونیم بفهمیم حرفای شما را. صدایتان واضح نیست، صدایتان واضح نیست برادر محترم. کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله. برنامه قلب آسیاس برادر محترم، بفرمایید خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ اسم من ضیا احمد درانی، از شهر آلمان صحبت میکنم برای شما. خوش آمدید برادر گرامی، خوش آمدید. در رابطه با سوالی که ما مطرح کردیم، این اولین برنامه ای از برنامه های قلب آسیا است و این برنامه ویژه برنامه مسائل افغانستان است، تخصیص داده شده برای مسائل افغانستان. پس به نظر شما در برنامه های بعدی کدام موضوعات و مسائل افغانستان را ما زیر بحث و بررسی قرار بدهیم؟ اولا برای مهمان شما، برای مولانا صاحب، احترامات از قلب و صمیمانه احترام می‌دارم. و دومن که برای شما بگویم که در آلمان، خصوصا در اروپا، در آلمان پروگرام های اسلامی موفق است و همه علمای اسلام الحمدلله اینجا همگی جماعت هستند. و دومی که در افغانستان ما یک نظر داریم که در مولانا صاحب درباره امی اکشناسی در افغانستان صحبت کنند. انشاءالله مرد حق خود بشناسن، حق شناس بله، حق شناس یعنی کسی به جای کسی دیگه، به ملک کسی دعوایی که میکنند. انشاءالله انشاءالله در این مورد ما برنامه های میداشته باشیم در آینده ها. نظر شما را گرفتیم. حق شناسی یک برنامه خاصی از برنامه های قلب آسیا انشاءالله خواهد بود. تشکر برادر محترم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. بلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج قلب آسياس. بفرمايت خضرا معرفي كنيد وأز كشو در تماس شديد. محمد ولی هستم، از ولایت مازندران، از کشور ایران به تماس شدم. بفرمایید برادر محترم. سلام و احترام به مولوی صاحب مجیب الرحمن انصاری مثلا، برادر عزیز سلام به شما. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر. بعدم سوال من در باره این رفیجات در افغانستان مثلا زیاد مثلا کشید میدونه که مردم از مسیر مثلا راست منحرف کنه، خواه؟ بله. سوال من از مولانا صاحب الرحمن اینه که شما مثلا فکر کنید که مثلا توجهیتان برنامه هایتان بر این مثلا تذکر بیدی که این رافضه مثلا در سر اثر جهان الان میکشد و مسلمان ها را مثلا بین هم به جنگ بیدید، خواهد؟ بله. حالا افغان های ما که توی ایران زندگی میکنه، خصوصا مثلا قوم پشتون، فاطمان، عزت، تجیب فرق نمیکنه، به این هم میگه که به شما شک میلیون پول میده، شما برید سوریه مثلا جهاد کنید، برید عراق جهاد کنید، اینجا مثلا اینا رو میترسید، اینا که جاهل نمیفهمن، نه از دین خود سر در میاره، نه از وطن خود سر در میاره، نه از اسلام خود سر در میاره. اینجا مثلا میگه برید اینجا تروریستا اومده، به اون حدیثی که اینجا مثلا مسلمانان توحید و یک تفارسی اینجا به یهود و نصارا میده، فرق نمیکنه مثلا از باس شیطان مزمن مثل یهود و نصارا. تشکر برادر محترم، نظر شما را گرفتیم. انشاءالله برنامه های بعدی ما در این مورد خواهد موضوعات داشتیم. سلام و سلام و احترامات من به مولوی صاحب مجیب الرحمن مثلا خیلی خیلی درفتم. من به برنامه های این اصلاف خصوصا من برنامه که در برای حضرت عایشه مثلا این صحبت میدم، من خواستم محمد ولی مثلا جلالت بادغیز برنامه های این خیلی نگاه میکنه، خیلی این دوست دارم از قلب. تشکر. حبک الله الذي احببته فيه.
بله، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. بفرمایید خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ بسیار خوب. اسمتون؟ حسام الدین جان از هرات، مهاجر در ایران هستند. بفرمایید در رابطه با سوالی که ما مطرح کردیم، برنامه‌های بعدی قلب آسیا کدام موضوعات افغانستان را باید در بر خواهد داشت؟ حالا که در بابت اسکول و سواد در افغانستان بچه‌ها آرامش ان شاء الله، امنیت در افغانستان یعنی. بله. سوال ما اینه که یک برادری در صحبت میکردیم در باید نماز کنه. برادر محترم خواهش میکنم سوال هایی که در رابطه مسائل فقهی یا فتوا دارید، برنامه های خاصی درباره فتوا از شبکه جهانی وصال حق پخش میشود، در اون برنامه ها شما میتوانید تماس بگیرید و سوال هایتان را مطرح کنید و این برنامه ویژه برنامه افغانستان است، مسائل افغانستان را زیر بحث و بررسی قرار میدهیم. پس داخل این برنامه، در این برنامه برای ما رأی بدهید که در برنامه‌های بعدی این برنامه کدام موضوعات افغانستان را ما زیر بحث قرار بدهیم، علاوه از امنیت در افغانستان که شما اشاره کردید. بله؟ تماسشون قطع شد. استاد محترم، وقتم رو به پایان هست. صحبت های شما داشتین. قبل از این که به صحبت ها پردازیم، بعضی سوال های بنده ها را جواب میتین. ارتباط به سوال هایی که عزیزا کردن، خواهر ما سوال کردن که اگر ما در وقت شهرستان ها میریم، آیا در مساجد اهل تشیع نماز بخوانیم یا نخوانیم؟ مسئله خواهر گرامی، مسئله نماز خواندن، ای از خصوصیات امت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که روی زمین کلن برای از اونها اجازه نماز خواندن داده شده. اما میمونه مسئله ای که شما به مساجد اهل تشیع نماز بخوانیم یا نخوانیم، یکی از شروط نماز، یکی از شرطای نماز اینه که در مکانی که شما پروردگار عالم را سجده میکنیم مکان پاکی باشه. اگر در مسجدی از مساجد اهل تشیع و یا در یکی از حسینیه ها یا بالاخره در یکی از اماکن دیگری که آنها مراسم را اجرا میکنن، شما نگاه کنید اگر مکان پاک بود، او فرش پاک بود، او سجاده پاک بود، شما در آنجا نماز بخوانید. اما بسیار دقت کنید که جایی که سجده میکنید پاک باشه. منظور اینه که مسجد از اهل سنت باشه یا اهل تشیع باشه یا بالاخره در این قسمت ها باشه. بناهن مکان شرطه که پاک باشه و پاکی مکان شرط لازم ضروریه. اگر پاک نبود شما باید در جای دیگری انتخاب کنید و نماز خود را بخوانید. که این هم باید که خیلی دقت کنیم که در مکانهایی که شما اشاره کردید که آیا نماز بخوانیم یا نخوانیم، خیلی دقت لازمه، چون در جایی که پا شسته نشه و هر قسم رفت آمده باشه و در جایی که مثلا در اونجا در مراسم عزاداری خون و خونریزی باشه، در این قسمت یقینا نیاز به تفکر زیاده داره که انسان فکر کنه که این مکان پاک هست یا پاک نیست. عزیز دیگر ما از آلمان که اشاره کردن، واقعاً جای فرحت و خوشحالیه که در آلمان مسلمان ها منسجم باشن و مسجد داشته باشن و اتحاد داشته باشن. این واقعا جای افتخاره. و این ارتباط به مسائل افغانستان گفتن که اشاره بشه، یقینا که در این برنامه اشاره خواهد شد. دوست دیگر ما محمد علی جان که از مازندران ایران سوالی داشتن که مسلمان ها شما واقف کنیم که در افغانستان چگونه برنامه ها دارن و از برنامه هایی که به نام جهاد و جهاد میکنن، آیا جهاد هست جهاد نیست و بالاخره در این قسمت، یقینا که در این موضوع ها به مفصل بیان میشه و انشالله اشاره خواهد شد. موضوعی که ما و شما در او بحث داشتیم ارتباط به ملت افغانستان بود. فکر میکنم که سوال شما ای بود که یک ملتی که
در طول 14 سال و 15 سال، یعنی از 1357 تا به 71، بیش از 1 میلیون انسان قربانی بده. بله. این به خاطر چی بوده؟ چیز واضح و مسلمیه که در ابتدا اشاره کردیم که برای مسلمان ها محبت دین و اسلام و قرآن فوق همه محبت هایه، چون نص سری قرآنه. قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسولی و جهاد فی سبیله. وقتی که محبت اینها اگر فوق محبت خدا و رسول و جهاد شد، فتربصوا حتی یأتی الله بامری، عذاب خدا می آید. پس مسلمان ها دارای عقیده ان که محبت دین و اسلام و قرآن فوق همه هست. اگر افغان ها به فکر ساخت ساز مادی می شدن، تجملات دنیا می شدن، 80 و چند سال قبل انگلیس اینا رو برای از اونا می آورد. اگر اونها زیر بار انگلیس می رفتن، امروز افغانستان هم به از لحاظ ترقی و از لحاظ پیشرفت شاید از اروپا هم بالاتر می رفت، ولی دین خود حفظ کردن. عین شکل روسیه در افغانستان همه چیز را آورد، ولی متوجه شدن ملت افغانستان که دین در خطر هست، قیام کردن. و امروزه هم که شما اشاره کردیم که امروزه ملت افغانستان چی جایگاهی داره، شما ببینیم میلیاردها دلار، چندین میلیارد دلار در افغانستان آماد به عنوان کمک های جهانی، ولی درد ملت مظلوم افغانستان اینا رو دوا نکرد. به خاطر چی؟ چون به ملت نرسید چیزی. ملت همون فقیری که بود امروز فقیره، همون مشکلاتی که داشت امروز مشکلات داره. یک نکته. نکته دوم، در افغانستان ملتی که نان نداره بخوره، ملتی که رنج داره، هر روز کشته میده، هر روز مجروح داره، هر روز بالاخره غم و مصیبت داره، در افغانستان چگونه رسانه های مبتذل ایجاد کردن که سر سفره غم ما، حزن ما، اندوه ما هر روز رقص و پایکوبی و اینها تا ملت رو بکشانن. باز هم ملت متین و استوار سر پای خود استاده، مسلمان دیندار. بانگای سودی رو ایجاد کردن که مسلمان ها از این طریق بکشانن، ولی امروز مسلمان در افغانستان به فقر میسازه، به گرسنگی میسازه. طفل خور با همو کارگری یومیه صد افغانی تامین میکنه، ولی دست به سود و به قماری که امروز دروازه ها رو باز کرده دشمن به او دست نمیزنن. اگر رفتن یک تعداد اقلیت و اقل رفتن که او مسلمان ها رو ما ملامت نمی کنیم، اویی که به سود رفته به قمار رفته، او هم ممکن از دین آگاهی نداره، یقینا از دین آگاهی پیدا کنه هم رو ترک میکنه. این جایگاه ملت افغانستان که امروز مساجد رو نگاه کنیم مملو، جوان های مخلص و متدین صف نماز نشسته هستند. وقتی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توهین کرد دشمن، ملت افغانستان رو شما دیدیم که چی جانبازی ها و چی غوغای ملت افغانستان، چون عشق به محمد رسول الله دارن. وقتی که به قرآن عظیم و شان دشمن توهین کرد، ملت افغانستان رو دیدیم و تمام دنیا دید که چی غوغای بپا کرد. پس ملت افغانستان یک ملت مسلمان، ملت متدین، ملتیه که جز پروردگار عالم دیگه با هیچ کس معامله نکرده. دوستی که داره ملت افغانستان فقط با پروردگار عالمه، و از الله سبحانه و تعالی میخواییم که خداوند با برکت اون مظلومینی که در کشور قرار دارن، که تحت ظلم و شکنجه و در این هوای سرد با مشکلات قرار دارن، خدای تبارک و تعالی همه ملت افغانستان و تمام کشورهای اسلامی از مشکلات نجات بده. آمین. چند تا مصیبینده ها را بگیریم در لاین هستن؟ وقت ما هم رو به اتمام هست، وقتی داریم برای بعضی تماس ها انشاءالله. بله، السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیاست، بفرمایید برادر خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ عبدالله هستم از ولایت بدخشان افغانستان. خوش آمدید برادر محترم. خوب الحمدلله، آرام باشید، سلامت باشید. سوالی مطرح کرد قبلا، ببخشید فهمیدن به برنامه تونا قبلا هم برادر تاجیکی که چیزی را که یادوار شد خوب بود در باره نوروز،
بله. و مردم افغانستان مشکلات زیادی داره درباره نوروز، به خاطر که اینجا از علمای ما دو گروه هست، یک گروه موحدین هست و یک گروه هست که اونا خیرهی که بازم همزم از امو انعامات سابقهی میکنن. بله. اگر شما را این برنامه را دارم بگم جانم که وقتی که به خاطر که نوروز نزدیک است، مردم آگاه شوند. مردم عوام افغانستان بسیار مردم خصلت خوبی هستند. بله. و اگر اونها شما برای از اونها آگاهی بتون از طرف ان شاء الله ضرور برادر محترم یک برنامه خوب است و بیننده هم زیاد داره، خصوصا در بدخشان. ما خودم همیشه برای دوستا و رفقات توصیه میکنم که باید شبکه دیدن کنن، باید از اینکه بازم الحمدلله علاوه از نوروز برادر محترم، علاوه از نوروز میخواید کدام موضوعات دیگه زیر بحث قرار بگیره؟ علاوه از نوروز، بله سر، علاوه از نوروز دیگه کدام موضوعات ما زیر بحث قرار بدهیم در برنامه های بعدی؟ علاوه از نوروز فی الحال خود تا نوروز آمدن این برنامه را زیاد دنبال کنم. انشاءالله ما یک برنامه خاص درباره نوروز می داشته باشیم انشاءالله، قبل از اینکه نوروز بیاد. علاوه از نوروز مسائل بدعاتی که امروز در افغانستان زیاد داشته است. یک گفتم، قبلا گفتم براتون که ما از روس آمدن روسا و از انقلاب ما خسته نیستیم. بله. گوش کنیم. میشنویم، بفرمایید. بله میشنویم، صدای شما را داریم، بفرمایید. بله. گفتم ما از انقلاب ما ناخشنود نیستیم از اینکه روسا در افغانستان آمد. چون قبل از روسا به او حدی که ما علما ضرورت داشتیم در افغانستان نبود. بله. ولی الحمدلله با برکت این جهاد و برکت این انقلابی که آمد، با وجودی که با شکست مواجه شد بعد از پیروزی و نمان که مجاهدین یک حکومت صحیح را به جا بیارند، لحاظا ما یک عالم الحمدلله در همه جا، در هر ولایت، در مساجد، در سایه قرآن، در سایه احادیث و الحمدلله قبل از این ما از بزرگامان که یاد میکنند، اونا فقط داملا صاحبه داشتند و هر چیزی که داملا صاحب میگفت نه از حدیث بود و نه از تفسیر بود و نه از قرآن بود. شاید انصاری شدم عزیزه پا خسته نشود، چرا که کمک فکر میکنم مردم های هرات، علم های هرات تصوفی هستن. ما خدای نخواسته این کدام بدبویی نیست در حق از اونا و خاطر که اونا تصوفی هستن. انشاءالله ما برنامه های انشاءالله در برنامه های بعدی موضوعاتی که شما اشاره کردین مطرح میکنیم انشاءالله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. چطور در ساعت شما؟ الحمدلله. برنامه قلب آسیاس، بفرمایید خود را معرفی کنید و از کجا در تماس شدید؟ فریدونم از افغانستان هرات باشم. خوش آمدید برادر محترم. ما سوالی مطرح کردیم در برنامه‌های بعدی برنامه قلب آسیا که امروز اولین برنامه‌ش است، کدام موضوعات افغانستان هم بحث بکنیم و زیر بررسی قرار بدهیم؟ جان ما امی سوال مایی بود که ما موضوع خدمت درس مجبوران. برادر محترم، ما برنامه های خاصی برای فتوا و مسائل فقهی داریم، شما می توانید در آنها تماس بگیرید و سوال کنید. نه نه نه، سوال مایی بود که ما برای انتخابات افغانستان که پیش رو به سوال صحبت کنند که خیلی بیبنده بریه ببینیش با پای حساب داری رسانه ها که ما گفتم که ارتباط صحبت کنند در رابطه با انتخابات جاری افغانستان. بلیا بلیا انشاءالله. خیلی بیبنده بری بساب یکی بر علیه دیگری بساب بساب انشاءالله. نظرشون بلاخره کسایی و این موضوع و موضوعی که برمی کسایی که بزی ارتباط کم خواهی می کنم و این پول حلاره حرامه و بعد از هم همین کسایی که به ارتباط از این که مثلا رای می دن به یک مثلا یک شخصی و این غریصت مجیب رمان ای اواخی بیر بگن که کسی بساب از اینا رای میدن اگر اینای وقتی فساد بشای منکرات در جامعه بساب ترزیزی میکنن اینا بمو جرم اینا شریک میشن. انشاءالله در باره انتخابات آینده افغانستان ما کوشش میکنیم در برنامه های بعدی موضوعاتی داشته باشیم.
تشکر برادر محترم. استاد یک تماس دیگه میگیریم به اجازه شما باز صحبت ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش باشید، سلامت باشید. کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ دکتر فایز از افغانستان. خوش آمدید دکتر سید. تشکر نخست خدمت شما و محترم استاد مالک مجیرمان، عرض ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. بله بفرمایید. من در قسمت به سوالی که شما داشتین، بله، دو سوال، یکی در برنامه بعدی خوشمندم که چون در بر کشور عزیز ما یکی گرایش‌های قومی، زبانی، منطقه‌ای و مذهبی دامنگیر کشور ما در اولویت از نظر من قرار داره، بله، و دوم ضعف معلومات دینی است. بله انشالله منشأ تمام مشکلاتی که امروز دامنگیر کشور عزیزمونه، یعنی تمام همین دو مسئله از نظر من، از استاد محترم خوشمندیم که در برنامه های بعدی تشویق مردم به هم دیگر پذیری و اتحاد و همچنین تشویق به تعلیمات دینی در رأس برنامه های بعدی خود قرار انشاءالله. انشاءالله دو موضوعی که شما اشاره کردید، یکی تعصب و عصبیت در افغانستان و موضوع دوم آگاهی حاصل کردن مردم افغانستان علوم دینی را، انشاءالله ما در موضوعات بعدی در برنامه های بعدی این موضوعات را انشاءالله مجرد بسکرم. با ما مشکلاتی مینست یعنی دکتر وقتی ما همیشه با مریض خود در تماسیم و معلومات دینی مردم ما خیلی ضعیف و انشاءالله. انشاءالله تشکر بگیر خوبتنگو برام خداحافظ. استاد محترم تقریبا به پایان برنامه ما میرسیم. قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم، شما صحبتهایتان اگر خلاصه میکنین و بعد از او توصیه که با بیننده های گرامی شما داشته باشین، این 5 دقیقه آخر مانده در خدمت شماست، بفرمایید. دوستا و عزیزانی که تماس گرفتن، چون فرصتی نیست که ارتباط به انتخابات افغانستان انشاءالله به برنامه های آینده و همچنین مسئله نوروز که پیش رو هست، بله، اشاره کردن که بسیار مسئله مهمیه، انشاءالله به برنامه های آینده و وقت ما هم رو به اخیر رسیده. ما در اخیر چند توصیه برای بینندگان عزیز و گرامی دارم. بله. اولا توصیه ای که ارتباط میگیره، وقتی میگیم افغانستان، ملت افغانستان، افغان ها از جهادی که کردن هیچ وقت پشیمان نمیشن، پشیمان نبودن و پشیمان نیستن، به خاطر که به دستور رب خود جهاد کردن، به دستور پروردگار عالم. اگر مجاهد، فضیلتی در قرآن آمده، اگر مهاجر، فضیلتی در قرآن آمده، اگر به خاطر دین اسیر میشه، فضیلتی در روایات آمده. پس توصیه ما اینه که تو خواهر و برادری که شهید دادی، هیچ وقت غمگین از این نباش، محزون نباش که امروز به تو رسیدگی نشده. تو جا داری، مقام داری، فضیلت داری و پیشگاه پروردگار عالم. پس وقتی معامله با الله کردی، هیچ وقت خسارت و زیان دامنگیر تو انسان مسلمان نمیشه و نخواهد شد. تو کسی که شهید دادی، مقام داری. تو کسی که مهاجر شدی، از آغوش وطن دوری، فضیلت داری. و تو کسی که بالاخره مشکلات سر راه تو به خاطر دین و اسلام و قرآن آمده، فضیلت و جایگاه تو نزد پروردگار عالم محفوظ هست. توصیه ما برای مسئولین کشور هست. اکثریت کشورها رو وقتی نگاه میکنیم، مسئولین به پی آبادی ملت خود هستند. ولی متاسفانه بسیاری از مسئولین ما در افغانستان متوجه خود هستند. تو کسی که امروز به صفت رئیس جمهور، به صفت وزیر، به صفت وکیل، به صفت والی، به صفت قمندان، به هر مسئولیتی که در افغانستان هستی قرار گرفتی، امروز توجه به ملت افغانستان نداری، کسی نیست از تو پرسان کنه؟ یقین بدان که فردا به صحرای محشر احکم الحاکمین و اعدل العادلین از تو پرسان خواهد کرد. یک نام پروردگار عالم سریع الحساب هست.
الله در قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و تو مسئولی که امروز در افغانستان مسئولیت داری، تو متوجه میسازم که متوجه باش، در دنیا از تو کسی پرسان نکنه، در آخرت پرسان خواهید شد که اگر با ملت مظلوم افغانستان کوچکترین ظلمی بشه، کوچکترین بی‌حیایی صورت بگیره و کوچکترین خلاصه ستم نسبت به ملت افغانستان بشه. و برای تمام ملت افغانستان توصیه من به عنوان یک طلبه دین اینه که خواهر و برادر و به تمام ملت افغانستان، قرآن می فرماید یا ایها الناس، یا ایها الناس قد جاءکم، خدای تبارک و تعالی می فرماید که ای مردم، شما از یک زن و مرد خلق شدید. یا ایها الناس قد جاء، آیه مبارکه که وجعلناکم شعوبا، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اگر پشتونی، اگر تاجیکی، اگر هزبکی، اگر هزاره‌ای، اگر ایماقی، اگر پشه‌ای، اگر عربی، اگر عجمی، هر کس که هستی، این قبائل لتعارفویه، نه به خاطر فخر، نه به خاطر برتری. چی کسی به نزد الله ارزش داره؟ کدام قوم، کدام قبیله، کدام نژاد؟ اینا که به خاطر لتعارفو بود. ارزش کجایه؟ ان اکرمکم عند الله یتقاکم، بهترین شما به نزد پروردگار عالم با تقواترین شماست. توصیه دیگر ما برای جوانها، برای نسل جوان افغانستان، برای پسر و دختر اینه که راه سرفرازی و سربلندی و راه نجات از همه مشکلات طلب علمه. امروز در افغانستان دوستا و طلب علم هستن، به طلب امروز الحمدلله کورس ها هست، مکاتب هست، ولی تمام ملت افغانستان شاید دسترسی نداشته باشن. او عزیزانی هم که دسترسی دارن از علم دین، از علم دین محرومن، چیزی که انسان را سرفراز میکنه، سربلند میکنه. اولین آیه ای که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشه کدام آیه؟ عرب به جهل بودن، به خرافات بودن، چنان قساوت قلب عرب را گرفته بود که جگرگوشه های خود را زنده به گور میکردن، نام دختر را میشنیدن رنگ های اینا تغییر میکرد. این جامعه که این همه ظلم و ستم به اوج خود رسیده بود، چی چیز این جامعه را تغییر داد؟ اولین آیه به رسول الله صلی الله علیه و سلم که نازل میشه میگه اقرا، بخوان. این درس را برای ما میده که هر جامعه که میخواه از جهل، از نادانی نجات پیدا کنه، هر جامعه که میخواه که در او جامعه عدالت بیایه. امروز اگر وزیر ما عادل نیه، از علم دین او وزیر محرومه. اگر امروز مسئول ما اگر عادل نیه، چون از علم دین واقف نیه. پس بناهن توصیه قرآن اینه که اقرا، بخوان. کدام خواندن؟ چگونه خواندن؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اول رب خود را بشناس، اول رب خود را بشناس. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بعدا خود را بشناس. انسانی که خدا را بشناسه و خود را بشناسه، او انسان موفق، انسان سربلند، سرفراز. بنابراین توصیه ها زیاد است عزیزان من، وقت تمام شد. به عنوان یک دلسوز که امروز افغانستان، در و دیوار افغانستان گریه میکنه، این ظلم و ستم و بیعدالتی که در افغانستان شده، امروز اشخاص و گرگان درندهی که وارد افغانستان شده، امروز فرزندان افغانستان گرگان درنده با طرح‌های مختلف، با نام‌های مختلف و پلان‌های مختلف امروز میدرن و بالاخره اونها را به تاراج و ماراج میکشانن، ای وضعیت را کی تغییر میده؟ توصیه ما اینه برای ملت افغانستان، اقرأ، بخوان. بخوان به اسم ربک الذی خلق. توصیه ما بزرگان و موسفیدان افغانستان اینه که در نیمه های شب دلا بسوز که سوز دلت کارها کند. به نیم شب برخیز به حق ملت افغانستان، به حق همه کشورهای اسلامی که امروز به خاک و خون کشیده میشه، دعا کن. دعای حضرت لوط علیه السلام بود که دعا کرد که ای الله، دعای یک پیامبر بود که خداوند به برکت دعا فجعلها عالیها سافلها کرد. قوم لوط ازیر و بیر شد به وسیله یک دعا بود. اگر تمام دنیا را آب گرفت و غرق شد، به دعای حضرت نوح علیه السلام، دعایی که به سوز دل بشه، یقینا در از او
قبولیت هم هست، موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید در هر گوشه‌ای از دنیا که افغان وجود داره. الله سبحانه و تعالی عشقش را و محبتش را به طرف وطن و ملت رنج دیده بگردانه. ما هم به عنوان دعاگو در حق همه مسلمان ها دعا می کنیم، همه کشورهایی که امروز رنج می بینه و مشکلات می بینه، خصوصا ملت مظلوم افغانستان، موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید که تا به این لحظه ما را همراهی کردید. انشاءالله به برنامه های آینده، برنامه قلب آسیا، انشاءالله با شما و با انشاءالله با همه دوستان خواهیم بود. اگر قبلا جناب رئیمی صاحب اشاره کردن که در این برنامه علما می آین، متفکرین می آین، شخصیت های علمی، شخصیت های برجسته، شخصیت ها انشاءالله از خارج تا به داخل کشور افغانستان انشاءالله عزیزان مشارکت خواهد کردن و امیده که این برنامه طوری که در ابتدا اشاره کردیم یک مرهمی باشه بر دل ملت مظلوم افغانستان. تشکر میکنم استاد محترم. بینندگان گرامی، اینجا وقت برنامه ما به پایان رسید. یقینا صحبت های استاد بسیار دلنشین بود، ولی که این وقت برای ما اجازه نمیده از این بیشتر ادامه بدهیم و همکار تکنیکی ما اشاره کردن که وقت به پایان رسیده. شما را اینجا به خداوند یکتا میسپارم و یک بار دیگه برای شما یاد دهانی میکنم هر جمعه شب برنامه قلب آسیا را از شبکه جهانی وصال حق انشاءالله مشاهده خواهید کرد و کوشش میکنیم در برنامه های بعدی مهمان های برجسته مثل جناب استاد و برادران و همکاران ایشان، علما و متفکرین و سیاستمداران، حتی مسئولین دولتی اگر در دسترس ما قرار گرفتن، انشاءالله در خدمت شما قرار خواهیم داد و نظریات شما برای ما، پیشنهادات شما برای ما بسیار اهمیت خاصی داره. پس از نظریات و از پیشنهادهای خودتان ما را محروم نسازید. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم. الله یار و نگهدارتان.